خیلی حفظ شد صحبت های سعید دوست داشتم بمونه. خب برای همینه هر دو سترنی که صحبت میکنم لایو رو سیوش میکنم، چون میدونم که تعداد که میره بالا خیلی ها میان توی اینستاگرام ندارم چرا قطع میشه. خب اجازه بدید دوستان من بیارم بالا. یه کیم نوشتن برام بفهمید. خانم کیمیا 3-2 تو خانم کیمیا نیومدم من گرفتمشون. خانم کیمیا رو من گرفتم نیومدم. بازم اون دوستان میگم بیار بالا. امید ایرانی میگه بیار بالا. خانم کیمیا، خانم کیمیا خب نیومدم. نفر بعدی رو ما بیاریم. چشم دوستان آقای جلال خانم کیمیا که نه نه آقای جلال بعد. سلام، درود بر شما، زنده باشید. حال شما خوبه؟ زنده باشید، ممنون، لطف دارید. خیلی ممنون. قربان شما. الان رفته ولی خواستم تشکر کنم از مواردی رو که مطرح می‌فرمایید و همینطور تایید اون هموطن مشهدیمون در ارتباط با شما. ولی مسئله رو که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در ارتباط با اقتصاد، دوست عزیز. عزیز، مثل اینکه قطع شدید. نفر بعدی آقای مشهدی کیست؟ بلاک کنید. خانم کیمیا من شما رو قطع نکنم، الان هم دارم میگیرم اتون. اگه میخواید مشهدی کیست موبت بلاک کنید. آقا شما جا تا من جامو عوض نمی کنم، شما نگاه نکن، قربونت برم. شما اینجا تو حوزه علمیه باید بشه. خب خب آقای اشکان بفرمید. دیگه بالاخره بذارید دیگه چهار تا از این آخوندهای متعصب اینجوری هم باشن، یه خود چشاشون عادت کنه دیگه. نه به خدا، یعنی نه هم نمیفهمن که نه با فوزیلی بکنن تو نوع پوشش مردم، یعنی که سری چیزا رو نمیفهمن، تا آخرش هم نخواهم فهمید. نمیدونم چی بگم، واقعا جای تاسف داره. خب یکی میگه ترول، میگم فیکه، اگه فیکه که خب بس بلاکش میکنه. خب تروله، اوکی. دوستان میگن آخون نیست. امید ایرانی بفرمید. صدای خب اگه یه بار یه کامنت گذاشت بلکش دور در شما زنده باشه. الو دور در شما زنده باشید. دور در شما، روزتون بخیر. آمونید فرده شما، قرمتون برم جانم. خدمتتون عرض کنم، اول خواستم تشکر بکنم برای بازم برنامه که دارید. برنامه هاتون شده مثل فیلم سینمایی که بچه ها میشینن هر شب اونها رو چک میکنن نگاه میکنن. خدا رو سپاس. بازم سپاسگزارم. زنده باشید. چه بود که شما خودتون میدونید دوستم داشتم، بازم من اینجا بگم برای خیلیا که شاید تازه جدید باشم همراه شما، چون من چندین سال دنبال میکنم برنامهاتون رو، یکم حالا بیشتر آشنا هستم. اینی که مردم عادی وقت ندارن که بشینن مثل شما برنامه ها رو دنبال بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن، در بیارن ریز و کارو. طرف 8 ساعت میره سر کار، یه مقدارم برای نظافت و وقت کاری دیگه و تفریح خوده که بعد فقط میخواد یه تیتر خبر رو چک بکنه و این تیتر خبر چک کردن سواد رسانه‌ای هم نه خوشبختانه متاسفانه، و این باعث میشه که هر رسانه ای از هر جایی که میرسه به ما، هر خبری که میده به ما، چون فکر میکنه رویترز
یا مثلا فاکس نیوز یا فکر میکنه مثلا خبرگزاری ایکس و ایگرگ یا بی بی سی یا شبکه محدوده که من و تو یه شبکه هستن که حالا مثلا قول هستن حتما خبرهاشون هم درسته. ببین انقدر خبر اصلا بحث خبره نیست، اصلا مدل چیزایی که دارم میگن دیگه حالا من داره بد میشه گوش میکنم. مثلا بی بی سی داشتم صفحه 2 شو نگاه میکردم در مورد اینکه بیانیه دادن اپوزیسیون چه فایده ای داره، بعد یه صحبتای مطرح میشد که من گفتم نگاه کن کفگیرا خیلی تای بسن کف دیگ خورده، یعنی کفگیرشون تای دیگه، تای واقعا تای دیگه، یعنی سخنان واقعا حال به همزن و مشمعز کننده ای دارن تولید میکنن. یا معناتا رفته کاوه موسوی رو آورده میگه حرفایی میزنن اصلا مرغ پخته اگه بدونه خندش میگیره، ولی متاسفانه امروز اکثرا متاسفانه اصلا نمیفهمن اینا چی میگن، فقط به صرف اینکه هر کی بگه نظام واسه سقوط کنه تاییدش میکنن، دیگه محتوای حرفشو گوش نمیکنن که یارو طرف داره مزخرف کامل میگه. درسته و من خیلی خوشحالم بابت اینکه حالا شما اسم نمیارم، ولی یه کسایی بودن یه زمانی مثلا گفتن ما صهیونیسم ایرانی هستیم و از این داستانا داشتن، ولی خوشحالم که شما به عنوان یک فرد زرتشتی حالا میاد اینا رو باز میکنید، باز میکنید که ما به عنوان زرتشتی هم تو دام صهیونیسم جهانی قرار میگیرید. همه جریان ها حتی تو بچه حزب الله بگی، زرتشت بگی، مردم عادی بگی، راست بگی، چپ بگی، ببین اسکولیسم سیاسی اصلا داره خفم میکنه، یعنی واقعا من دوچار مشکل روحی شدم اینقدر که میبینم یک بخش گسترده مثل یه ارکستر دارن این اسکولیسم سیاسی رو مینوازن، یعنی اصلا آدم بهش فشار میاد. واقعا دردآوره. و یه چیز دیگه از مردم ایرانی که مثلا حالا داخل اروپا هستن، چون من خودم اروپا هستم اینو میگم، یا جای دیگه مثلا فرانکفورت شما برید روبرو این هاپانهوف یا همون ترمینال اصلی فرانکفورت، خب فقط 100 قدم برید اون برترش هر اصلا مهم نیست چه روزی از هفته رو اونجا هستی، مهم اینه که 200 نفر تو خیابون روبرش الکلیه و دقیقاً یه چی اولش 1 کیلومتر روبرو حتی یه حل ساختمونه که همه برای تنفروشی اونجا و دقیقاً 1.5 کیلومتر اون برترش بانک جهانی اروپا در داخل فرانکفورته، یعنی به فاصله همه اینا در فاصله 2 کیلومتری همدیگه داره اتفاق میفته و مردم اینجا فقط میرن با اون علامت اویغا یا یورویی که وجود داره عکس میگیرن 500 متر به فاصله 500 متر اون برترش ساختمانای الکلیایی که نشستن و هیچ کدومش عکس نمیگیرن بزن. دقیقاً، یعنی حالا ایران باشه برعکس میشه، این همه ایران جای قشنگ داریم ولی همه میرن مثلا یه نفر اگه بخواد از سر آشغال خوراک گردار همه اونو عکس میگیرن. به خاک ایران اصلا فقط 500 متر فاصلن، یعنی از بانک جهانی اتحادیه اروپا که اونجا قرار گرفته حالا اویرو، حوزه اویرو، تا اون ساختمونایی که توش تنفروشی انجام شه 500 متر فاصلن. بله چی بگم واقعا، به هر حال آقا دمت گرم اومدی بالا، روزتون زیبا، زنده زنده باشی، خدا نگهدار، قربونتون برم. دوستان دیگه هم یا نه اصلا میگم یه بحث خیلی شدیدی رخ داده که مثلا من نمیدونم چی بگم. خب اجازه بدید دوستان دیگر رو بیاریم بالا. میلاده حالا میلاده با خب به به سعید خانم که دیدم اومده هم چشم میگیرم. آقای اشکان بفرمایید، مخالف نداریم امروز یه خورده بخندیم؟ بیاد بگم پول تو داره جمهوری اسلامی میده اینا، یه خود بخندیم ما. خب اینترنتتون ضعیف هم اومدن. درود بر شما، بفرمایید. خب من صدا ندارم، صداتون ضعیفه، مثلا قرد شدید. خب نفر بعدی، چشم نه آه یکی میگه من مخالفم، موین بیا بالا، جان من مخالف باشی یا کلک نزده باشی. درود بر شما میجان، سلام. الو درود بر شما، زنده باشی.
صدای شما رو دارم. شما صدای من رو داری؟ من صداتون رو دارم، تصویرتون ولی وایستاده مهم نیست. بفرمایید. آه ایبی نداره. آقا من یه خبری همین چند دقیقه پیش دریافت کردم مبنی بر اینکه رئیس فیفا گفته در اوایل سال میلادی جدید میخوام بیام ایران ببینم که آیا زنا میرن استادیوم یا نه. این خیلی به من برخورد که آیا اون میخواد بیاد مبصر کشور ما باشه. به نظر شما این مسئولین کشور ما راجع به این باید چه تصمیمی بگیرن؟ چه نظری دارید؟ در حوزه ورزش من هیچ دفاعی نمیتونم بکنم، چون یه سری اقدامات تو کشور ما در این حوزه مدنی و اینا انجام شده ابتدای انقلاب. یه سری خریطه کردن مثل بحث حجاب، مثل عدم ورود زنان به استادیوم. در این حوزه حکومت وقتی خودشو نمیتونه درست کنه، حوزه ورزش چیزیه که همه با هم یه سری قرارداد رو بستن. خیلی زشته خب زن نمیتونه بیاد استادیوم. من هیچی نمیخوام، من سکوت میکنم یعنی حرفی نمیتونم بزنم. آخه این مال چند سال پیش بود، اما تازگی میبینید اجازه دادن که زن وارد استادیوم بشن. نه دیگه، یه بار اجازه میدن یه بار نمیدن. به هر حال در این حوزه یه خریطه این حکومت کرده ابتدای انقلاب. واقعا من شرمم میشه که مثلا الان یه بچه حزب اللهی، مثلا من الان تو کشورای دارم زندگی می‌کنم، الان خانومی که پشت منه نگاه کنید تقریبا لخت نشسته، بعد تو کشورای دارم زندگی میکنم و دیدم و مسئله دارم بررسی میکنم، یه سری چیزا تو کشور ما اتفاق الان اون خانم داره از اون روبرو نگاه کنه، دست بچه‌هاشو گرفته اون خانومی که از اون دور داره میره با شورت و کلاه. بله هیچ کی نگاه مثلا چیزی، ولی یه اتفاقاتی تو کشور ما هستش که نمیفته که واقعا در این حوزه ها حرف نمیزنم. فقط شرم‌آوره و تأسف میکنم به حال اون بخش از حزب اللهی‌هایی که بحث حجاب و اینا رو میان تئوریزه میکنن و زنا رو تو استادیوم در 40 سال گذشته به این شکل. من واقعا سکوت میکنم، حرفی ندارم. من فکر میکنم که اینکه زنا رو اجازه نمیدن برن استادیوم مقصرش رئیس قوه قضاییه پیشین بود که دادستانش. نه اینا خریطه، اینا خریطه ابتدای انقلاب 57. یعنی اصلا میگم بحث خیلی ریشه‌ای و یه سری حماقت‌ها اینا ابتدای انقلاب کردن تو اون هیجانات انقلاب که میگن یه احمقی سنگ میندازه تو 400 تا عاقل نمیتونه در بیارن. به هر حال آقا دمت گرم، دوستای دیگه هم اجازه هست یه فان پیج ازت بزنم جانم؟ یه فان پیج میخوام ازت بزنم، اجازه میدی؟ بفرما دیگه، انقدر زدن دیگه دمتون گرم، شما بزنم. نه واقعا خود مسخره نمی‌کنم، دارم جدی میگم. نه جدی میگم، جدی. مهم اینه که تولید محتوا، آره خیلی عالیه تولید محتوا. یعنی کلیپ‌ها رو اگر بتونید مثلا کلیپ‌های مثلا از دل برنامه‌ی من کلیپ‌های تازه درست کنید اون خیلی ارزش داره. ولی فن پیجی هستش که من پستو می‌زنم همون پستو کپی می‌کنن تو فن پیج. خب این هیچ تولیدی توش نیست، میدونی چی میگم؟ مگر اینکه برنامه‌ای که من ساختم طرف بره یه کلیپ ازش در بیاره پخش کنه، اون ارزش داره. در حال حاضر لطف کردی زن فردا همین کارو حتما انجام میدم. قربونت خدا نگهدار. زنده باشی. آره یه سری چیزا هست در زبون من کامل اصلا نمیشه دفاع کرد. وقتی که یه بچه حزب اللهی میاد حجابو تئوریزه کنه، دیدم یعنی خیلی از حزب اللهی ها رو دیدم که میان در مقام تئوریزه کردن حجاب و آی حجاب مهمه، صدفی میمونه که مثلا مرواری رو باید محافظت کنه. یعنی وقتی که اینها رو میگن من میخوام زمین با دهن وا کنه برم تو زمین. یعنی یه صحبت هاییه که انسان واقعا شرمش میشه. بسید دوستان دیگر رو بیاریم. بفرمایید. کتیش از 9:40 بفرمایید. سلام آقای دانا. درود بر شما، بفرمایید جانم. خوب هستین؟ من خواستم فقط ازتون تشکر کنم. من 18 سالمه واقعا، از وقتی برنامه‌های شما رو می‌بینم کلا دیدگاه هم همه چیم تغییر کرده. تو مدرسه همه جا شما رو معرفی می‌کنم، واقعا ازتون ممنونم. زنده باشید، لطف دارید. کجا هستید شما؟ من ایرانم، تهران. به به به، بسیار عالی. واقعا آدم انرژی میگیره که تو این سنا اونم دختر علاقه من هستم. ما از شما بسیار قطع شدم. حالا همیشه اینجوریه تا یه نفر میخوام من تعریف کنه قطع میشم. دشمنی داره اینستاگرام با ما، چون ببینید متاسفانه زنان ما زیاد اهل مسئله سیاسی نم. میبینم که مثلا اولا که سن کم 18 سال برم دختر، خب این خیلی
انسان انرژی میگیره که میینه مثلا دختران براشون مثلا مهمه، چون متأسفانه جامعه ما به ویژه جامعه ما، بخش خانم های ما متأسفم واقعا اصلا فقط فکر آرایش کردن و غیر و فر و اصلا به مسائل توجه نمی کنن. مثلا میگه آقا چرا ما زنها مثلا چیزیم تو مسائل ما رو جدی نمی گیرن مثلا فلان. بابا اصلا خودتون وقتی که نمیاد تو میدون، شما خانم های ما تو میدون نمیاد، خودشون هم مسئله سیاسی میکشن کنار و تمام دغدغه‌شون رنگ موشونه، رنگ مثلا پروتز، حالا رنگ لاکشونه، این که بریم آقا لبمون رو پروتز کنیم و فلان و اینا، فقط دارن به اون بخش توجه میکنن. الان شما مثلا این شاخهای مجازی اینستاگرام خانم رو نگاه کنید، حالا واقعا ببینید حالش بد میشه دیگه. و خب خیلی خوبه که وقتی خانم ها آدم میبینه که علاقه مند میشن، آدم انرژی میگیره. خب اجازه بدید که سعیدم کتا بیارم بالا. آی سعید ببینیم اتریش چه خبره. آقا سلام، درود بر شما. آقا اتریش چه خبر؟ اتریش خیلی خوبه وایسا. من آقا ایران هست. به به ایران هستی، خوش به حالت. خوبی سلام. کجا ایرانی الان؟ ببین مدل وطنی بذار من اینو باز کنم. آقا چه تصویر رو بستی ببینم. به 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 خوش به حالتون بابا. هوندا 125 الان این براندازا سکته میکنن که شما ایرانی. آخ 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 انقدر بهم تهمت زدن، انقدر دور پدرش مهم نیست. چطوری شما خوبی؟ خانواده محترم خوبن؟ قربونتون برم، زنده باشی. پدر شما بشم. دوستان و یارانی که اینجا تشریف دارن نمیدونم که امروز خیلی خوبه، خصوصا حالا این رو از نتیجه یک سیستم لیبرالیزمی که داره ایران رو در هم میشکنه داریم متاسفانه. ولی خب میخواستم نشون بدم مخصوصا به اون مسیح جون که مردم در حال خوردن همدیگه هستن، همه جا در حالت آتیش و وضعیت خیلی خرابه. برای پروژه استوری سازی کردن ایران به خیال باطل، این مردم دارن یاد میگیرن به کی رأی بدن به کی رأی ندن. امیدوارم که هر چه زودتر این شرایط آتیشی فرهنگی و اقتصادی چه از طرف مردم چه از درون این سیستم نظام بخواد درست بشه. ولی به هر روی مردم اون چیزی که میان پروپاگاندا خود وکیلی اونی نیستش که اینا دارن تعریف میکنه. من به خاطر تو 20 دقیقه از ماشین پیاده شدم، دارم پیاده روی میکنم. چه اینترنت خوبی داره ایران؟ نه خیلی بده، اصلا همه چی بده اینجا، همه چی بده. آره میبینه همش قرد والا معنی هر کی از اروپا اومد یه قرد وصلی داشتیم، شما از ایرانی یه لحظه هم قرد نشد. یا تا گفتم قرد شد نه من خیلی یه لحظه زیر کابل سیستم بالا سرم خاطر اون بود. آخه الان بی بی سی گفتش که اینترنت ایران کم سرعت شده فلان شده، الان اینترنت هم که عالیه که. آمید جان من مجبور شدم خدایی کلی پیاده رو، خدا شاهده به جان مادرم همین الان من نمیشناسم، ولی دوست دارم این داخل پارک بهت نشون بدم خدا این ماشین ها مارو نزد. این هم از جوان های مملکت اونن، همه چی اونطوری که تصور میشه میگن کلاس نداره، ولی که میگن مردم نشستن از زندگیشون رو میکنن. نه آره بابا مزخرف تولید میکنن این درستان، همچی میگن که انگار مثلا در ایران انقلاب شد رفت. ولی به هر روی سپاسگزارم از تمام لطفا و موفقیت هایی که داری تو این را مردم باید آقا ببین به جان مادرم هر چقدر جلوی به واقعیاتی که تو داری روش کار میکنی کنم بهش بیشتر لحظه برای اون ایرانی هایی که قرب
دنبال این مردم ایران فقط تصور بیفرهنگ هستن، ما هیچی نداریم، توف و لن و نفرین عبدی شما ها خواستم اینو بگم. سعید تو اون دمت کرد، سعید جان دمت کرد، خیلی لات کردیم اومد بالا، خوش به حالت. که خب از این صحنه‌های باحالی که تو ایران هست بالاخره گوشه ای از این خاکمونه لذت برده باشی. امیدوارم این سیستم ماشین بی شرفای ایران خود رو این مسائل دارن تولید میکنن اینا ورچیده بشه، یک سری متخصص مهندس ایرانی بتونن ماشین های جالب و قشنگ درست بکنن که مال ما ایرانی ها باشه. در روی سپاسگزارم پاینده ایران باش بگذارم. خب به این صحبت سعید اینقدر قشنگم که از ایران داشت تماس میگه دوستان میبینم خیلی ها میخوام بیان بالا ولی شرمنده دیگه، من دیگه خیلی بالا بودم و با اجازتون اگر اجازه بدید من برم پایین. آره ببینید تولیدی که میخوان همچین میگن ایران الان اینترنتش قطعه فلانه اینه، ولی خب میبینید که الان سعید جان رفتن اینا خوش بالشون از اتریش هم رفتن ایران و چقدر وضع اینترنت هم خوب بود. و میگم این شما در هر جای دنیا که باشی الان همین جایی که مثلا من نشستم بری بالا پایین بالاخره دو تا گدا پیدا میکنی، دو تا مثلا اتفاقا حالا هر جا کم و زیاد داره، دوربین رو هر روز بخوای ببری روی تصادفات توی مملکت ببری مثلا سمت گدا و گشنه و چه میدونم مشکلات اون کشور، خب ببخشه این یک برنامه ریزیه دیگه برای ناامید کردن جامعه به آینده. من ای کاش یه روزی یه اتفاقی بیفته ایرانی ها بتونن راحت بیان کشورهای اروپایی برای سفر یه سری چیزا رو با چشم خودشون ببینن. البته بزرگترین مشکل اون مغز استعماری ماست دیگه، مغز ما رو واقعا استعماری کردن و فقط باید یه خورده حواسمون رو جمع کنیم، یه خورده سواد رسانه‌ای یاد بگیریم. اگه سواد رسانه‌ای داشته باشید میفهمید که بی بی سی و من و تو صحبتایی که دارن تولید میکنن ببینید واقعا پیش از نقده، یعنی اصلا نمیشه بیای مثلا بگیم که آقا افشاشون بکنیم، در حد افشا کردن هم دیگه نیستن اینا. بر من با اجازه بدرود بگم بهتون خیلی خوشحال شدم همراه بودید و سپاسگزارتونم. امشب دو تا برنامه ها میاد بیرون در یوتیوب، حالا بقیهش هم در تلگرام میذاریم. تلاش میکنم فردا یا پس فردا دوباره جلوی دوربین برنامه های اصلی مون رو داشته باشیم. هر زمانم فرصت کنم میام لایو، این لایو های اینستامو میخوام بیشتر کنم که بیشتر بتونیم با هم در تماس باشیم. قربونتون برم، شب و روزگار خوش بدید.